کریستیانو رونالدو رو همه میشناسیم. این بازیکن فوتبال پرتغالی اونقدر ثروت داره که اگه این ثروت دست ما بود شاید نمیدونستیم با اون چی کار کنیم. حتما در خبرها شنیدید که رونالدو اخیراً اسمش به عنوان اولین فوتبالیست میلیاردر جهان به ثبت رسید. اون الان با اینکه در قرنطینه است اما اوقاتش رو خوش میگذرونه. با ثروتی که داره برای فرزنداش و دوست دخترش زندگی فوق العاده راحتی رو فراهم کرده. رونالدو در حال حاضر زندگی بسیار لوکسی داره و به قولی غرق در ثروته، اما سالهای اول زندگی اون طور دیگری بود. از همان کودکی عشق و علاقه خاصی به فوتبال داشت. در سن 14 سالگی به دلیل پرتاب کردن صندلی به طرف معلمش از مدرسه اخراج شد. اما مادرش به جای اینکه اون رو مورد سرزنش قرار بده توصیه کرد تا درس و مدرسه رو کلن فراموش کنه و فقط روی فوتبال تمرکز کنه. یک سال بعد اما با یه عارضه قلبی مواجه شد و از طریق جراحی با لیزر عمل شد. چند روز بعد هم تمرین و بازی رو از سر گرفت تا جایی که در سن 18 سالگی با منچستر یونایتد قرارداد امضا کرد. رونالدو تاکنون تونسته چندین جام قهرمانی و توپ و کفش طلایی رو کسب کنه. یعنی به عبارتی میشه گفت که رونالدو در جامعه فوتبال یکی از بهترین هاست. پای یه فوتبالیست همه چیز اونه. به همین دلیل هم رونالدو پاهاش رو به مبلغ 144 میلیون دلار بیمه کرده. در جوان سال 2018 برآورد شد که اون در طی یه سال 108 میلیون دلار به دست آورده که البته از اون مبلغ 61 میلیون دلار اون از محل حقوقش بوده. رونالدو در سال 2019 هم از باشگاه یوونتوس 65 میلیون دلار دریافت کرده. بخش زیادی از درآمدهای رونالدو از طریق فعالیت‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی و اسپانسریه. شرکت‌ها و تولیدکنندگان می‌دونن که همکاری با رونالدو در تبلیغ محصولات یا خدمات در فروش اونها تأثیر زیادی داره. به همین دلیل هم شرکت‌های بزرگ در تبلیغات خودشون از رونالدو استفاده می‌کنن. همچنان که گفته شد رونالدو در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار پرطرفدار. در اینستاگرام بیشترین فالوور رو داره و از این برتری برای درآمد استفاده می‌کنه. رونالدو برای تبلیغات با بیش از 30 شرکت بزرگ همکاری کرده و باید گفت که تبلیغ در پیج اینستاگرام اون ارزون نیست. برای هر پست تبلیغاتی باید هزینه‌ای بیش از 1 میلیون دلار بپردازید. شرکت نایک از سال 2003 تا کنون برای تبلیغ محصولات خودش با رونالدو همکاری میکنه. در سالهای اولیه اگرچه میزان پرداختی نایک به رونالدو کمتر بوده، اما در این اواخر سالانه بیش از 38 میلیون دلار به رونالدو پرداخت میکنه. بنا به آنچه که گفته شده شرکت نایک تا کنون 174.4 میلیون دلار به رونالدو پرداخت کرده. در سالهای 2013 تا 2016 با KFC در تبلیغات همکاری کرد و هر سال 750 هزار دلار دریافت کرد. اون همچنین برای تبلیغات با شرکت روغن موتور برند کاسترول قرارداد 9 میلیون دلاری امضا کرد. در سال 2010 با شرکت پوشاک آرمانی قرارداد بست و در طول 4 سال مبلغ 4.8 میلیون دلار دریافت کرد. رونالدو با شرکت فولاد مصر هم برای تبلیغات به توافق رسید. در سال 2016 در تیزر تبلیغاتی شرکت ترک تلکوم ترکیه 2.5 میلیون یورو دریافت کرد. اینا فقط نمونه هایی از قراردادهای تبلیغاتی رونالدو بودند. رونالدو یه تولیدی پوشاک و هتل‌هایی با برند CR7 داره که مطمئناً برای اون درآمد خوبی داره. حروف C و R حروف اول نام و نام خانوادگی اون هستن و عدد 7 شماره پیراهن اون در فوتباله. رونالدو همچنین 50% سهام یک کلینیک کاشت مو رو هم خریداری کرده که چندین شعبه در پرتغال و اسپانیا داره. رونالدو اخیراً گفته بود من علاوه بر فوتبال شیفته سلامت، فناوری و پژوهش هستم و مایلم در این حوزه ها سرمایه گذاری کنم. تا حالا تا حدودی فهمیدیم که درآمد کریستیانو رونالدو از کجاست. الان هم بپردازیم به اینکه این پول ها رو چطور خرج میکنه.
رونالدو به چیزهای لوکس و گران قیمت علاقه داره. بیشتر از همه به اتومبیل علاقه منده. کلکسیون نسبتاً بزرگی از اتومبیل داره، اما با این وجود به خریداری اتومبیل‌های جدید ادامه میده. گفته میشه که ارزش کلکسیون اتومبیل اون حدود 5 میلیون دلاره. گرانترین اتومبیل اون 1.7 میلیون دلار قیمت داره. اون همچنین یه فراری به قیمت 385 هزار دلار، یه لامبورگینی به قیمت حدود 300 هزار دلار، یه فیات با قیمت 220 هزار دلار و چندین اتومبیل دیگه در گاراژ خودش داره. اینکه اون چقدر از این اتومبیل‌ها استفاده می‌کنه معلوم نیست، چون بیشتر اوقات خودش رو با تمرین و بازی فوتبال سپری می‌کنه. رونالدو برای رفتن از جایی به جای دیگه فقط به خرید اتومبیل قناعت نکرده و یکی از گران‌ترین هواپیماهای جت شخصی رو هم خریداری کرده. جت گلف استریم G650 18 نفره که حدود 36 میلیون دلار قیمت داره. در ماه ژوئیه سال 2018 رونالدو به همراه دوست دخترش به مدت 10 روز در یک ویلای توریستی اقامت کرد. ویلایی بسیار مجلل با سرویس هواپیمای 24 ساعته که موجب رضایت اون قرار گرفت، به طوری که در پایان اقامتشون حدود 22 هزار دلار به خدمه ویلا انعام داد. چون خدمه هم در خدمت به اونها و هم در دور کردن عکاسان و خبرنگاران سمج بسیار خوب عمل کرده بودند. رونالدو در محله لافینکا در مادرید ویلایی داره که بسیار باشکوهه. ویلایی که کمی بیش از 6 میلیون دلار برای اون پرداخت کرده. این خانه دارای دو استخر، یه استخر سرپوشیده در داخل و یه استخر روباز در حیاط. در دیوارها تابلوهای مختلفی از پورتراهای خود رونالدو و عکس‌های خانوادگی اون وجود دارن. رونالدو به لباس خودش اهمیت فراوانی میده. اون شیفته برندهایی مثل آرمانی، والمونت، آف وایت، دسکوارت تو و غیر است. همچنین ساعتی مزین به الماس داره که قیمت اون حدود 2.3 میلیون دلاره. تا اینجا فهمیدیم که رونالدو از اینکه برای خودش و خانواده‌اش پول خرج کنه لذت میبره، ولی باید گفت که رونالدو از انجام امور خیریه هم غافل نیست. اون در سال 2017 یکی از جام‌های قهرمانی خودش رو به قیمت بیش از 700 هزار دلار فروخت و پول اون رو به یه بیمارستان کودکان بخشید. در سال 2014 به خانواده پسری 10 ماهه که باید جراحی مغز می‌شد، کفش و لباس ورزشی خودش رو فروخت و پول حاصل و همچنین یک فقره چک 83 هزار دلاری هدیه کرد. در سال 2008 هم به یه بیمارستان برای درمان بیماری‌های سرطانی 165 هزار دلار کمک کرده بود. کمک به کودکان فلسطینی در غزه، کمک به قربانیان جنگ و کودکان معیوب افغانستان و کودکان سوریه هم از دیگر کمک‌های اون هستند. رونالدو در سال 2015 از سوی یه مؤسسه خیریه جایزه نیکوکارترین ورزشکار دنیا رو به دست آورد. رونالدو در مورد انگیزه خودش به کمک‌های خیرخواهانه گفته: پدرم به من آموخت زمانی که به نیازمندی کمک کنم خداوند دو برابر آن را به من می‌بخشد. و در پایان مطالبی کوتاه از رونالدو. متولد 5 فوریه 1985. محل تولد فونچال، مادیرا، پرتغال. نام دوست دخترش جورجینا رودریگز. رونالدو اهل دود و دم نیست. مشروب نمی‌خورد چون پدر خود را به دلیل نوشیدن الکل از دست داد. روی بدنش خالکوبی نداره چون هر سال چندین بار خون اهدا می‌کنه. رونالدو آمیزه ی سرعت، قدرت بدنی، شوت‌های پرقدرت، تکنیک و حرکات نمایشی. اون یکی از سریع‌ترین بازیکنان جهان و رکورددار بلندترین پرش در بین بازیکنان فوتبال جهانه. در مصاحبه‌ای که با فاکس اسپورت آرژانتین داشت فاش کرد که از سن 11 سالگی به این نتیجه رسیده که یه سر و گردن از دیگران بالاتره و در آن زمان شک نداشته که با بازیکنان همردش متفاوته و تاکنون بر این اعتقاد مونده. با تشکر، موفق باشید.